سلام دوباره تقدیم میکنیم. سپاسگزاری هم میکنیم از همه شما خوبانی که وقت گذاشتین در دنیای مجازی صفحه فیسبوک برنامه بامداد در رابطه با موضوع امروز ما که بخش سرخط در رابطه با واکسین سرخکان از نظراتتان با ما شریک ساختین. سپاسگزار هستیم و اینجا مهمان عزیزی با خود داریم، جناب دکتر صاحب نورالحق یوسفزئی، رئیس شفاخانه صحت طفل افغانستان اینجا با ما هستند. آقای یوسفزئی سلام، صبحتان بخیر، بسیار خوش آمد. سلام، صبح شما بخیر و صبح تمام بینندگان محترم ما بخیر. میخوایم کمی در رابطه با خود سرخکان بگوید. من که طفل بودم از آب چیچک بسیار میترسیدم که میگفتن آب چیچک فلان نفر کشیده، باز چند کیلومتر از او فرار میکردم که مبادا مرا بگیرم. میگفتن نزدیکش نشینین که سوری است و هزاران گپ بود. پس بین که کمی در رابطه با سرخکان بر ما معلومات بدید. امو رقم که شما از آب چیچک میترسیدین، سرخکان هم بچه ترسو بودم. سرخکان هم یک مرض قابل ترس است، بخاطر از اینکه یک مرض ویروسی شدید انصاری است که از یک شخص به شخص دیگه بسیار سریع انتقال میکنه و اکثرا اطفال در زیر سن 5 سالگی مصاب میکنه و خود سرخکان یک مرض کشنده هست و در ضمن این مساعد کننده بر زمینه بر دیگه میکروبا و انتانات هست که در سیر خود مرض، یعنی در جریان خود مرض و بعد از مرض، چون مقاومت وجود بسیار پایین میکنه، امراض دیگه به تعقیب زی و یا در جریان زی به وجود میاد که اکثرا به شکل بسیار وخیم سیر میکنن و اونموز که باعث مرگ میشن. بله، از امراض گفتین، چه نوع امراض؟ مثلا امراضی که در جریان خود مرض میتونه به وجود بیاد، اول خود اختلاطات مرض است. این مرض همونطور که قبلا عرض کردم یک مرض ویروسی است و برعلاوه ازی که آراز و علائم مشخص خود داره که او در سه مرحله تقسیم میشه که در مرحله اولش فیز کترال ما میگیم که دو ریزش، زکام، سرخی چشمان، آب ریزش از چشماست، تاو داره، طفل بی‌اشتهایی داره، کسالت داره، جان دردی داره، سرفه داره و عطسویا و تعقیبش خود مرحله اندفاعات شروع میشه که امو بخارای مشخص که ما اندفاعات میگیم که مربوط سرخکان است، به شکل اندفاعات کوچک سرخ است که شروع میکنه از پشت گوشا و از قسمت زیر موها در روز اول وجه و یا رو میگیره و بر روز دوم تنه و بر روز سوم اطراف انتشار میکنه و به می ترتیب پس دوباره جمع میشه. مرحله سومش مرحله رشف می اندفاعات و از بین رفتن مرض است. ولی در جریان مرض اگر مقاومت پایین باشه، اینمی میکروب میتونه به قسمت های مختلف وجود برسه، از دماغ شروع تا چشم، تا بینی، تا دهن و بالاخره گلو و سینه و پانکراس و سیستم هضمی، یعنی هر قسمت از وجود میتونه مصاب بکنه. مثلا اگر در مغز توازو کنه، سبب انسفالایتس یا مننجایتس یا التهاب خود مغز و پوش مغز میشه. به مو ترتیب در چشم سبب التهاب میشه، در گلو سبب التهاب میشه، در شش بسیار التهاب وخیمه به وجود میاره که سینه و بغل میته و سینه و بغل که در جریان سرخکان به وجود میاد اکثرا کشنده هست. و دیگه ای که طور که عرض کردم مقاومت بسیار پایین میکنه و میکروبای تالی و ثانوی زمیمه میشه و حالت بسیار وخیم میکنه که اکثرا سبب مرگ میشه. پس جناب یوسف زیسوی، ما شاید از این هستیم کسایی که مراجع کرده باشن و به مریضی سرخکان سردچار شده باشن در شفاخانه؟ بله، ما امسال بدبختانه نظر به سالهای گذشته واقعات زیاد سرخکان. علتش چی بوده میتونه؟ علتش طوری که شما میفهمین، واکسین سرخکان در دو دوره باید تطبیق شود که
اکثرا والدین ایره به شکل منظمش تطبیق کردن در مناطقی که امنیت نیست و اونجا دسترسی بر خدمات صحی نیست و یا وزارت صحت عامه نتونسته که در مراکزی که در اونجا هست واکسین بکنه و بالاخره سطح پایین دانش فامیلا به توجه مادرها باعث شده بود که یک تعدادی از کثیری از اطفال واکسین نشن و اینمی عدم واکسین باعث شده بود که این مرض به وجود بیاید و تعداد زیاد پس قابل انتقال هم است از یک فرد به دیگر شدیدا من قبلا عرض کردم که ایساری هست و سرخکان واکسین سرخکان طوری است که اگر یک طفل واکسین هم میشه چانس زیر داره که مصاب به سرخکان شود ولی او سرخکان بسیار خفیف و بدون دغدغه و دردسر سپری میشه به شکل یک ریزش و زکام عادی با چند تا اندفاعات ولی اگر واکسین نشه ما واقعات بسیار وخیم امسال داشتیم و بدبختانه مریضایی که مراجعه میکردن تعداد کثیرشان البته با وضعیت بسیار وخیم حتی در حالت شاک و کما و بیحالی مراجعه میکردن و اکثریت زیاد در مرحله بودن که پیش از شروع خدمات صحی اکثرا ضایع میشدن جناب یوسف زیسر پروسه براندازی شده واکسین سرخکان از طرف وزارت صحت عمومی افغانستان در نقاط مختلف افغانستان میشه کمی در رابطه با واکسین سرخکان هم میشه معلومات بده واکسین سرخکان به شکل روتین یا به شکل عادی در دو دوره تطبیق میشه که مطابق اسکیجول واکسیناسیون افغانستان که سن 9 ماهه و دور دومش هم سن 18 ماهه است ولی به خاطر جلوگیری از کثرت وقوعاتی که ما امسال داشتیم در سطح افغانستان و ضایعات و تلفات زیاد داشتن وزارت صحت عامه تصمیم گرفت تا مثل پولیو یک کمپاین سرتاسری را این کمپاین از چه وقت آغاز شد؟ این کمپاین از دیروز آغاز شده و برای یک هفته دوام میکنه و در دو دوره است البته که در مجموع حدود تقریبا 18 میلیون طفل زیر سن 10 سال بلی. یعنی بالاتر از در حدود 9 ماه و تا 10 سال که به شکل استثنایی است ما قبلا عرض کردم که به شکل روتین بلی. ما طفلت های 1.5 ساله واکسین میکنیم ولی از خاطر جلوگیری از وقوعاتش و او اطفال که از واکسین سرخکان باز ماندن اونا را تمام شد در بر بگیره وزارت صحت عامه پلان کرده که تمام اطفال بین سن 9 ماه تا 10 ساله را واکسین بکنن و این در دو دور خواهد بود بله ما نظریات هموطنان ما را در صفحه فیسبوک برنامه بامداد به خانش گرفتیم بیشتر نظریاتشان هم این بود که سطح آگاهی مردم پایین است و زمانی که واکسیناتورا میان به در دروازه اونا را اجازه از این را نمیتن که اطفالشان ببرن پیش از اونا و واکسین بکنن وزارت صحت عامه افغانستان به خاطر آگاهی دهی مردم خصوصا در رابطه با واکسین سرخکان آیا برنامه های مشخصی داشت پیش از این؟ چیزی که بسیار مهم است وزارت صحت عامه طوری که شما میبینین از طریق میدیا از طریق منبرهای مساجد از طریق علما از طریق محسن صفیدان و حتی در تمام مراکز صحی که در اونجا مادران مراجعه میکنه با اطفالشان در اونجا ما پروگرام های آگاهی دهی برای مادران خصوصا داریم و پیش از اینکه اونا به خدمات برسن وقتی که در نوبت میشینن با ایشان درباره امراض ساری و امراض فصلی و همچنان فواید شیر مادر نظافت و تغذی اینا امو تاپیک های هستن که همیش درباره با مادرها صحبت میشه و چیزی که بسیار مهم است از نظر ما برالاوی کارکنان صحی کسای دیگه که بسیار رول دارن او امامان مساجد و علمای کرام ماستن همچنان محسن صفیدا و حتی مادر کلانا که در صحت اطفال اکثرا اونا زیاد مداخله میکنن و
و اونا بسیار مهم هستند که پیامای ما به اونا برسند، خصوصا از طریق منابر مساجد و علمای کرام ما. یک نیم دقیقه وقت داریم، در یک نیم دقیقه میخواییم که از این صحبت بکنیم. افغانستان، بعضی از ولایت‌های افغانستان ناامن هستند و مردم وادار به این شدند که خانه و کاشانه خود را ترک بکنند، مثلا برون از اونجا مثل کندوز، غزنی، فرا و نکات مختلف افغانستان. آیا کسایی که از یک جا به دیگر جا رفتن و آنها مثلا در امو مکان زندگی نمی کنند، آیا واکسیناتورایی هستند که برن به خیمه‌هاشان و اونایی که کوچ کردن از یک جای به دیگر جای برزن واکسین بکنن؟ بله، واکسین که فعلا در نظر گرفته شده مثل واکسین پولیو در همه مناطق اتا پلان هست که در مناطق ناامن که تحت اونجا تحت کنترل دولت نیست، اونجا هم باید واکسین بره، واکسیناتورا بره و به تمام اطفال زیر سن 10 سال باید واکسین سرخکان برسه تا تمام اطفال که و مردم هم اجازه ازیرا بده که برشان واکسین باید مردم اجازه ازیرا بده، حتی باید مخالفین اجازه ازیرا بدن که خیلی اطفالشان واکسین. سپاسگزار هستیم جناب یوسف زیسای، بسیار خوش آمدید.